سلام دارم خدمت تمام شما و تندارای خوب و نازنینم افغانای گل و افغانستانی های عزیز امیدوار هستم هر جای دنیا هستید نازنینا خوب و خوش باشید سلام دیگری دارم خدمت تمام فارسی زبان عزیز در سراسر دنیا امیدوار هستم هم زبان من هر جای دنیا هستید از غصه و غم دور خوش و خوشحال زندگی کنید خب نازنینا عزیزان دل خواهرای عزیزی من در خدمت شما هستم با داستانی دیگری از دختر افغان در امریکا که در سال 2021 اینا واردی امریکا شدن خودش داستانش فرستاده دختر بسیار نوجوان هست و دختر بسیار پور انرژی بودن که مدتی هست آمدن امریکا و بسیار روزهای سختی را سپری کردند. خب من داستانش عزیزان براتان تعریف میکنم و گوش کنید داستانش بر من فرستاده. سلام خاله سارا دختر افغان هستم از سمت شمال افغانستان دختر بسیار پور انرژی بودم بسیار پرکار بودم بر علی بر خلاف بسیار در کارهای هنری خوش داشتم که در آینده در سینما بروم و در آینده بسیار خوش داشتم که یک سنما، یک سینماگر خوب شوم یک هنرمند خوب شوم ولی فامیل ما ام، 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 کوشش میکرد که مرا رای مرا بزنه و مرا نمانه بار بار مادر و پدر ما مرا, مرا لدکوب کردن که ما نمیخواهیم که یک دختری کارو بکنه و یک دختر برو وارد هنر شوه ما دختر چی مانده کارا باید درس بخوانی درس تک کمک خواندی سنف نو داره باید شوی کنی خب خاله سارا می گفتم من شوهر نمیکنم ولی فامیلم بسیار در سرم فشار می آورد که باید آروسی کنی بالاخره آروسی نکردم و هر چند که بسیار مورد خوشونت قرار می گرفتم در خانه از دست فامیلم ولی سعی می کردم که درس ما بخوانم درس ما خواندم خب مکتب خلاص کردم و وارد پانتون شدم در گرشته تقریبا بد نبود خب هم در هنر بسیار علاقه داشتم سعی می کردم که در هر جایی که پیش کسایی که درباره سینما کار میکنه می رفتم و اپلای می کردم و کوشش میکردم که سینماگر شوم در آینده یک هنرمند شوم یک بازگر ولی فامیل ما مرا نمیماندن بار بار رای مرا میزدن بعضی وقتا یک ماه مرا مکتب نمیماندن که ما مکتب بخوانم پیش از اینکه اینا وارد پانتون پا شوم که اینا بالاخره پدر مادر از دستی زله میشه و میگه خوب بان بخونن هر کاری میکنه پانتون پا که کنکور میتا دختر بسیار پر انرژی بوده که در افغانستان و جایی تانسته از خودش دفاع کنه و جلوی فامیلش احساس شود که نیمه کار میکنم. خب بالاخره فامیلم نتانست جلوی مرا بگیره وارد پانتون شدم و هم کار میکردم و هم درس میخواندم که تا اینکه طالبا آمد و افغانستان زندگی مردم از هم پاشید و مردم فرار کرد و یکی از اونا من بودم که در جمع از اون مردم از افغانستان برآمدم. با سختی‌های فراوانی که در قطر چقدر ماندیم و ما امریکا آمدیم و در امریکا رسیدم ما من بسیار خوشحال بودم. وقتی که من از افغانستان برآمدم هم فامیلم خوش نبود. من در قطر بودم اینا بار بار, بار بر ما زنگ می‌زد که برگرد، پس بیا. پس بیا یک دختر چی می‌کنه، تنهایی چی می‌کنه، رفتم. می‌گفتم من نمی‌تانم بیایم شاید در آینده من تانستم یک بدردی خوردم. کل گیده من خنده میکرد میگفت مثلا میخوای برای وطنت چی کار کنی حتی پدرم بیادرم مادرم میگفت چی کار میخوای برای وطنت بکنی یک دختر افغان اون موقع خدمت میکنه برای وطنش که شوی کنه اولاد کنه تاویل جامعه بتا یک زن خوب باشه برای شویش یک مادر خوب باشه برای اولادش این شعار فامیل ما بود راست میگه اینمی شعار مردم افغانستان است خب خالصا را خوب الاخره در امریکا رسیدم و در امریکا رسیدیم سه ماه اول بر ما دولت امریکا ماش داد و در اون سه ماه میرفت که من کار بر شما پیدا میکنم بالاخره بر من کار پیدا کردم، مکدونالز من رفتم در مکدونالز شروع کردم به کار کردم یک دپریشن شدیدی بعد از مای که اول که من در امریکا در آمدم در گرفتار دپریشن شدم که کار ما بود فقط شوروز خواه می کردم و گیریه می کردم حتی در مکدونالز که من پنج ماه در مکدونالز کار کردم و که اگه کسی مرا می گفت که بالای چشم تا ابرو هستم و عشقای ما می رفت مثل 8 ساله و پنج ساله و 8 ساله نمی تانستم خود کنترل کنم آخر اینا مجبور می شده چیز نمیگفت، میگفت خب خیلی کار نکو بور کار دیگه کو چون خود دولت امریکا ما رو سر کار مانده بود اگر من خودم اپلای میکردم شاید بخاطر زبان مرا رو خب عزیزان ما یک کنم خب خالا سارا بالاخره در سختی های تمام زندگی رو پیش میبردم بعد از مدتی که من پنج ماه اونجا کار کردم نتونستم ادامه بدم و با مریضی ما بسیار شدت گرفت و که خواه نداشتم شاو تا صبح بیدار بودم و گریه میکردم کد خود کد فامیلم گپ میزدم و دوباره مرا دو دشنام میداد که بیا پس بیا چی میکنی تا روز که سر کار بودم که کار میکردم نیست پشه اونا رو ناروان میکردم یک که شکر خانه میدادم وقتی که کار ایلا کرده بودم میگفت پس بیا تا اینکه مادرم آخر شلگی را گرفت که خی او که میگی من اونجا میشینم ما بر تو یک شوی پیدا میکنیم اونجا آرسیکو بیا او را گرفته ببر بشی امریکا قبولی امریکا را بگیر و خوبی رو بیا ببر گفتم مادر جان نمیشم من کسی را بیارم من فعلا خود من مریض هستم میگه مادر میگفت یعنی چی که مریض هستی پدر و مامم چنان پدرم دو میداد مرا بیادر مام میگفت که چی میکنی امریکا رفته تو خونه میتانی ورزه و قره نداری که ما را بخوایی به نظرم فکر میکنم که ما خراب ما میرم خب خلاص آره روزگارم بسیار سخت تیر میشد کار ایلا کردم مکدونال زد دو ماده خانه ماندم که اینا آمدن گفت که تو باید کار کنی خب میگفتم چه کار کنم من نمی کار کنم سرم بسیار درد میکنم میگفت دختر نوجوانی هم هم سنی تو تو خیال میکنی که دولت امریکا تمام سال بر تو ماش می تا. ماش نمی بخی کار کن خب رفتم یک کار دیگه پیدا کردم او رو مینا مرا کمک کرد با سری کار رفتم سر کار رفتم تا اینکه بالاخره یک روزی در سر کار پایم ل... جای لشمک بود و ده محل کار ما پایم لس خورد و افتادم دستم آرنجم شکست و استخوان که در حال اوش و بهوش مرا بردن شفاخانه که در شفاخانه تقریبا ما چهار روز در شفاخانه بستر بودم وضعیتم بسیار خراب بود استخوان شکسته بود و عمل شد و مرا چون کسی رو نداشتم یک دختر تنها و کارم فقط گریه بود اگر در فامیلوم زنگ برای فامیلوم زنگ می که دستم میده شده میگفت کار خوبی کرده شده پس بیا کی تو رو میگه بیش در امریکا بیا خانه بیا یعنی منظور مادر و پدر می بود که من برگردم برم افغانستان یکی گرفته بیارم ولی من کم کم متوجه می شدم که ما پدر مادر من ما من از اول هم دوست نداشت و یا لهم من را دوست ندارن که میخوایم خواهیم دام بغلدم خب خالص زندگی بسیار سختی را سپری کردیم تا حالی او کارم علا شد وقتی که او پایم شد دستم شکست و اینا خرج مصارف مرا دادن و خب ما بیمه هم دارم از خود دولت خب بالاخره خب ما دخانه هستم فعلا دستم شکسته تا دستم بسته هستم و ما هستم و من جور نشده جور جور گفته ای تا سه ماه ایلا که استان جوش بخوره و ای زخم جور میشه چون کار ما با دست بود نمیتونم که من دوباره سر کار برم بعد از سه ماه مرا ما گفته پس میتونی بیاید در سر امو کار که پس بیای کار کنی نمیفهمم من چی کنم خالا سارا من نمیتونم یک آدم آباد نیستم وقتی که من آمدم وارد خاک امریکا شدم زندگی من از این رو دورو شد در حالی که میفهمم کشور امریکا یک کشور بسیار خوب است ولی نمیفهمم مرا چی شدم که چرا من قسمی شده ام خالصا را نمیفهمم بعضی وقتا دعا میکنم که خود میگم خدایا مادر و پدرم مرا بدعا کرده ما تو شدیم باز میگم شاید تنهایی در سرم زده باشم ما تو شدیم همین دستم خوب شوه با سر کار میرم نمیفهمم ما این دیمه چی میشه در مدت دو سال که من اینجا آمدیم ام خب شاید ما پرسان کردم شاید بگوین که تو چرا ای تو تنها بودی؟ مدتی را که من اینجا آمدم و خب بالاخره بعد از یک سال من با یک بچه افغان دوست شدم بچه افغان بچه آباد نبود خواستم که زود یک شش ماهی را با او دوست بودم زود خود کنار کشیدم که کدام در سر را جوری نکنه یا کدام کار نکنه که خدای نکرده باعث ننگ و آبروی فامیلم نشود. او را ایلا کردم و بسیار پشت ما گبا جور کرد و اکسای من را گرفته در بغل اکسش فوتوشاپ میکرد و در فیسبوک من داخت که کتما دوست بود که آخر رفتم یک روز از دست شکایت کردم گفتم یا بروی مرا بیخی برده آخر را طلب کردم مرا امورا که چرا کار کردینی گفت که ما یک سایی که بایی گرفتیم فوتوشاپ نیست و خب بالاخره دولت امریکا او را بندی کرد او را گفت دیگه کار نکنی و ای تو نکنی او باز از دنبال مرا افتاد که من تو رو دوست دارم عاشق و ولی دیگه نخواستم طرفی او دور بخورم نه میفهمم ها را میترسم هنوزم دو سال است از فامیلم دور استم شاید از دو سال زیاد میشکم که از فامیلم دور استم ولی من میترسم که باعث سرشکستگی فامیلم شوم من نه کتکس دوستی میتانم نه کت باور میتانم نه کت کدام بشه افغانی من گب زده میتانم نه که دختر بسیار کمروی باشم دختر بسیار روشیار استم خودم میفهمم ولی میترسم همیشه یک ترس در وجود من هست که ما می ترسم که مردم بفا ما بعدن بگوید که آه اینمی دختر و فلانی دختر هسته د فامیل ما خبر بتا پدر و مادر ما و اونجا مورد رشخند مردم قرار بگیره که آه دختر امریکا رفت اینه ای تو تو شد فعلا که در خانه هستم فقط ویدیوهای شما را میبینم بینم یکان دفعه انگلیسی می خوانم خالص هر که در مغزم نمی ولی می خوانم می که در آینده یگان چیزی شوم برای خودم ای تو ای تو که من فکر می شاید ما هیچ جایی نرسم به خاطر من ناامید هستم از زندگی منم بعض وقتا خیال میکنم که هیچ موجود ندارم بعض وقتا خیال میکنم به خاطر که مرا کس ساپورت نکرده تو شدیم باز میگم همه قیتی مستغیر که بوده کلشان ده یک جاهایی رسیده ولی چرا من این فکر میکنم خاله سارا لطفا مرا کمک کنین من چی کنم من بسیار روانشناس را میبینم ولی روانشناس فقط از من میپرسه مرا میگه بگو که برای من بر تو چی اتفاق افتاده بگو در افغانستان امرای تو چی شده خب من میگم من هیچ کس مرا کمک نمیکنه که آینه تو کو یا اونور را, را بگیر یا اینی را, را بگیر امروز خواستم از شما کمک بخوایم مرا کمک کنین ما چی کنم روانشناس رفتیم از روز که ما آمدیم در امریکا یک ما بعدش ما فقط روانشناس دیدیم ولی هیچ وقت روانشناس مرا یاد نمیتا مرا نمیگه فقط روانشناس میگه قصه کو بعد بر ما گولی نوشته میکنه میگه سایه گولی گلی بخوری دواهای تا سایه ترک نکنی بخوری نمیفهمم چی کنم راهنمایی کنین مرا خوب عزیزان دل داستان دخترش شنیدین خب ما برزی حق میتیم کل مای روز دیدیم به خاطر ما زنای افغان یا دخترای افغان وقتی که از افغانستان میبراییم و عزیزان دل خیال کو که کل ما امی اما تو شدیم یک دفعه فکر میکنیم که ما از یک زندان آزاد شدیم خوب یک زندانی که پدر بر ما جور کرده بوده یا برادر یا شوی یا هر کسی که بوده خدا کنم یه یخنم بعد نامده باشه عزیزان امروز بسیار متوجه بودیم ولی اگه بعد آمده بود خوب ویدیو را پست نمی کنم. ما همه ما عزیزان هر کدام ما از یک دست یک نفر گریختیم البته اینا نگریخته اینا افغانستان که کابل که سقوط کرده اینا دم جمع دیگه مردم اینا آمدن ولی ماهایی که آمدیم مثل اروپا رفتن بعضی کانادا رفتن خواهر ما امی همه یک درد است میگه وقتی که وارد و خاک که میشیم که بر ما امنیت است و بسیار بر ما خوب است ما چرا یک بار دپریشن میگیریم عزیزان برای است ما دپریشن داریم دپریشن خودش نشان نمی تا آسوده نشوه وقتی که ما آسوده شدیم اینم یک ذره که فهمیدیم که زمینه بر ما مساعد است که می ما روی دنیا یا در روی زمین یا در روی مادر ما یا فامیل ما ما ناز بزنیم دپرشن خود نشان میده ولی دخترای تنها چه تو در سر ناز میزنه اینا هم یک دفعه دپرشن خودشان نشان میده و اینا تکان میخوره که ما در کجا آمدیم مثال فکر میکنه که کجا فامیل کجا شد دوست و یار و رفیق کجا شد چهار اطرافش هم میبینه یک اتاقی که خودش تک تنها هست هیچ کسی نیست بیرون میبرای که هیچ طرفش نمیبینه خو اینجا افغانستان نیست که هر بچه از قلب بغل تیر شو هی دختر خاله هی افغانستان کمی تو هستن دختر خاله چقدر قمع قبول نام خدا از کجا هستی خوب خاله میشن کجا هست که خواستگاری برو اینجا او تا گپا نیست بیست قلم خود آرایش کو اگر تو چادر سر کنی کو سرق اعلام کن از اون طرف میره اگه چادر نداشته باشه از بغل تیر میشه ولی اگه طرف که کمی زن هست یا نیسته. انوز اگه لوشتر باشی مردم زیادتر که تو گپ میزن اگه او تو پوت پوت ببینه که بخی میترسه میگه از مردم از سویلیش که که کدام دیوانشان نباشه که آخر ما شوه خب نازن این روز کل ما تیر کردیم ولی راست میگه روانشناس برای کسی یاد نمیته که تو برو چی کو چی نکو که جور شوید من برای تو میگم دختری نوجوان، دختری دختر خانم، دختری مقبول، دختری شمالی، سمت شمال که من میفهمم که تو چی میگی ولی تو باید میفهمی خودت خودت جور کنی صبح که از خواب میخیزی، اول صبح یا بر خود جیم بگی اگر تا جیم نرفته یا میسپورت یا که از اون کوچه جایی که زندگی میکنی یک ساعت بوده صبح زود یک ساعت دیگر شو روز دو ساعت تو فقط دویش کو جایی که کس نبود دویش کو کسی نمیخنده یا داری نداری روز اول کم و آهسته آهسته روز دوم تونتر تیسته. روز سوم تیزتر، پیاده روی کو میوزیک گوش کو در گوشت بزن چهار اطراف تا ببین ببین دیگه دخترای مردم چی میکنه دیگه دختر خانم ها چی میکنه ای که روز تا به وارد خانه بشین زانوی غم بغل کنی مادر برای تو شوی پیدا کنه برادر برای تو شوی پیدا کنه ما پدر برای تو شوی پیدا کنه ای بر تو خوشایند نیست عزیز من دپریشن خود آدم خود درمان نکنه هیچ وقت نه دکتری نه گولی برای کسی اینا قم فایده نمیکنه دپریشن فقط میتونی با ورزش کردن با خوشی کردن با اینمی غم و غصه تا پوش سرگذاشتن گذاشتن از خود گم کنی. بسیار آدم ها رو ما دیدیم که دپریشن هایی داشتن که هیچ دوا نداشتن بعضی ها بسیار بد بودن و ازشان روزگارشان این همی زن هایی را ما داستان هایش که گرفتیم در اروپا هستن خواهر ما میگفت تقریبا یک سال ما اولاد ما نمی و اینا چی قسم غذا میخوره اینا کهی مکتب میره دخترم کلانتر بود و کل کار خانه رو دخترم میکرد بعد از یک سال کم 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 کم, کم ما خود خودم جور کردم از اینا عزیزان دل بسیار است ولی تو نوجوان هستی و دختر جوان فامیده هستی من مطمئن هستم هنر سینما را دوست داری میتانی در دا امریکا یک سینماگر خوب شوی اگر همت کنی باید درس شب خانی. باید کالج بخوانی یونیورسیتی بری همین رشته را انتخاب کنی من مطمئن نستم در هدفت میرسی خواستن توانستن است عزیز دل خواستن کسی چیزی را که بخوای حتما برش میرسن ما یک روزی در ایران از ما کسی پرسان میکرد که داینده دا میخوای چی کاره شوی ما باور به خدا کنین اگر راستش برای شما بگویم در سوادآموزی اشتوک داشتم ما کتابای مشوی میفوت میکردم سواد آموزی میرفتم از من پرسان میکرد استادم میگفت در آینده میخوای چکاره شوی سارا میگفتم روانشناس میگفت او وا چه رشته ای میگفتم بسیار رشته را خوش دارم میخوایم که کمک کنم مردم او زمان خواستن توانستن هست عزیزان تو میخواهی که سینماگر شوی میخوای هنرمند شوی حتما میشی چرا نه خواننده بخوای شوی میشی دکتر بخوای شبیه میشی از چیل سالگی زن شروع کرده امروز دکتر یا عمل جراح است و بهترین دکتر است چیل ساله بوده در امریکا آمده خانم ایرانی چیل ساله از چیل سالگی میگه من شروع کردم درس خواندن از زبان انگلیسی رو در ایران نخوانده بودم ببینین دکتر جراح است پیسه او جمع نمیشه خواستن توانستن از سیزان از پنجام که شروع کنیم شستم که شروع کنیم هیچ وقت نگوین دیر هستم ممکن است یک نفر یک و نیم سال عمر کنه ای که غلط است که میگه از ما دیگه گذشته باز هم تو نوجوان است نصیحت ما بر تو همی است که سعی کن ورزش کنی سعی کن که خوش نگاه کنی خدا یک رفیقی، دوستی، زنی، دختری بر خود پیدا کو کدش گپ بزن، مشوره کو مشوره بگیر سایکو بسیار در جایی که میشینیم مطمئن هستم افغانایی با سواد افغانه با فرهنگ زیاد است سایکو با اونا رفت آمد کنی ولی سایکو قضوط شوی نکنی مواظب باش که شوی نکنی که نیمرا ایلا میکنی یک ضربه دیگر دوباره از او میخوری اینجا دپریشن در جای خودش دپریشن دوباره سراغ تو میایم مواظب خودتان باشین من مطمئن هستم اگر ای کاری که گفتم بکنی خوب میشه جور تیار میشه اگر من نزدیک تو بودم ولی نزدیک نیستم معیف که بسیار دم دورستی من نمیتونم برات برسم جایی هم نیست که من اونجا چکر بیایم اگه انشالله یک وقت بیایم که میایم ولی شما سعی کنین از جایی که میاییم شما را آورده از جایتان تان از را از جای نکنین از اینجا که کشید جای دیگر رفتی کل چیز تو از اونجا بند میشه و پس بیای یک جای دیگه اپلای کنی همو بیمه و همو کارد غذا و امنایی که میگیری اون امنا مشکل است برای یک نفر که دمو استیتی که بیایه استیتی شاید چنج کنه مثل کالیفرنیا اگه باشه خوب کالیفرنیا از او سروی سرش فرق نمیکنه مثال که اگر از اوریگن بیایه در کالیفرنیا سخت است از یوتا بیایه در کالیفرنیا سخت است تو از کالیفرنیا برا مثلا در ورجینیا سخت است و برا نیویورک سخت است خو ده استیت ای استیت که علیش کنی چنج کنی سیاتل اینجا بیایه یا از اینجا در سیاتل بره واشنگتون در سراسری امریکا یک خورده بسیار دوندگی داره که تا خانه پیدا کنی دنبال خانه بگردی و, و پس کیس تو از نه و همه چیز تو جور میشه بر تو مشکل پیدا میشه اما اگر بخیر یک روز زنده بودیم خودم دیگر دیدیم در تماس همه اینستاگرام کانکت باشه یا تلفن گپ میزنیم انشالله که جور میشه ولی ورزش فراموش نکن غذای سالم بخور خو زیاد نکن یک آدم سالم ما شنیدیم که میگه شش ساعت خو میکنه یک آدم سالم باید شش ساعت خو کنه شش ساعت زیاد خو نکنین که میپوندین ای که میگه باید هشت ساعت خو داشته باشی بعضیا خودشان خو بسیار خوش داره بازم تو میگه یک نفر سالم باید هشت ساعت خواب داشته باشم من خود ما باور میکنیم چند ساعت خواب میکنم چهار ساعت تمام خواب ما چهار ساعت است اگر من روزی پنج شب پنج ساعت خواب کنم یعنی او اوشا بسیار زیاد خواب کردیم شش ساعت که او بسیار خواب کردیم ما دوم رو یادی ایتم که من چهار ساعت پنج ساعت زیاد خواب نکردیم اولادایم میگن بار میگه تو بسیار بیخو هستی خدا را شکر سالم هستم هیچ مشکلی هم ندارم اینم ایلان ماسک ازش پرسان کنه که چند ساعت خواب میکنی میگه سه ساعت چهار ساعت که یک میلیارد بیلیاردر آمریکایی هست امروز در جهان در فضا خانه می سازد روزا ببینید که خانه میسازد تیاره می میسازد, موتر چی می چی میکنه خب عزیزان دل اینه تو خو کم کو دخترک، دختر خانم دختر خوشگل مقبول خو کمکو کو ورزش زیاد کو غذای سالم بخو با این آن گپ بزن امسای امریکایی داری کتش رفت آمد کو هیچ وقتی امریکایی آباد باشه ازش نترس امریکایی ها کسی دیوانه نباشه ضرر نمیزنه بسیار مردم دلپاک هسته با ایرانیا ها رفت آمد کو با افغان خوب رفت آمد کو افغانایی که پشت گپ نمیگرده. زیاد دین دین نمیگه و اونا رفت آمد کو این اینا خودش تو رو جور میکنه سعی کو با آدمای مذهبی زیاد رفت آمد نکنی که بر تو مشکل ساز میشه آدمایی که بسیار در دین ما کم بود رفت آمد نکنی خانه تو رانتی که برای تو مشکل جور میکنه امیدوار هستم من آراحت نشوین مسلمان ها خب دیگه هر چه که دلم شد میگم شما میفهمین دلتان من میفهمم با هم. من میگم با آدم مذهبی که رفت آمد کردی یا زیاد دوست شدی از دل باز خودتو همین زندگی تو لق میشه برای چی برای که تو یاد میتن میگه او دنیای تو هست ای دنیای تو هست این هم تو دو تا دنیا که آدم داشت فکر کنی، رو سابقار زندگیت خراب میشه. یک دنیا رو فکر کنین خداوند بگو خدایا من فقط همین دنیا رو می خواهیم او دنیا اگر من از جای خوب دادی که دادی ندادی پناه مام ده خدا به خاطر اما میگم با آدمای مذهبی سعی کنین زیاد هم کلام نشوین با آدمای مذهبی زیاد شش و برخواست نکنین که چی هسته زندگی تان خراب میکنه ما هر چی دیدیم مذهبی دیدیم به خدا گوش ما گرفتیم موی ما اینو تو کردیم از بغلش تیر شدیم با خاطر که آدم می ترسن. او روز در دا داخل یک فروشگاه بودم من همینجا جای همی پری روز روز شنبه بود به نظرم از سر کار همون تو یک رفتم که قاب ما با همون تو چیز هم. من میشه زیادتر از دالر کینگ می ارزان است قاب پلاستیکی یک بار مصرف برای یک پارتی میمانی من همیشه در دا خانه دارم که یک محفل رویولی میشه یک پارک میشه یک محفیل پرگرامی سرکار کار میشه خب اونمو قوا مصرف میکنیم و میکنیم اونمو جای یک زن افغان دیدم باور کنین چادرش هم تو دور داده هر طرف که من میرفتم یعنی تو فکر کنم مرا شناخته بود گفتم آخه آدم لوده خوب یا سلام بکو سلام خواهر افغان هستی ما آدم خور که نیستم یا تو به خاطری که ما مون تو که دیدم باز طرفش نمیرم به خاطر سر تا پای من میبینم به خاطر میگم کته آدمای مذهبی زیاد همکاسه نشوین زیاد با آدم مذهبی نزدیک نشوین بچه مذهبی را کتش دوست نشو دختر مذهبی را کتش دوست نشو زن مذهبی که بود مرد مذهبی بود ازش دوری کن که در زندگی تو یگان مشکلات بر تو خلق میکنه این مردم ما دیدیم که میگم میگم ما تجربه کردیم <applause> ما تجربه کردیم که مسلمان هایی که بسیار مذهبی باشه خطرناک است خب نازن اینا خداوند یار و نگهدار شما که بازم با شما بودم و عزیزان دعاگوی شما هستم امیدوار هستم که ویدیو خوب آمده باشه همی تکمه مگمیم باز نامده باشه که خدای نکرده اگر خرابی نشده باشه بازم میبینم اگر کدام خرابی شده بود ویدیو رو پست نمیکنم شما هم زیاد پیش رفته سعی نکنین که بگوین که آنها اون اونجی توگ میشه یکان کس میگه تو چرا بینی تا پاک کردی یک, ب... یک مردکه گفته بسیار بد است بینی تا پاک کردی مردک مردک هستی زن هستی دمی امریکا بیلیاردر ها روبروی تشسته تا و بینیش پیش میکنه با خدا پیش میکنه کسی برشان نمیگه این کار بد است بینی پاک کردن چی هسته؟ یک بینی کش کردن کدام بادرفتگی که نیستن شما که بدترین کار رو میکنین بر تا نیست زنداری در خانه کتی دختری هم سن و سال دخترت نواسیت میری پشت چت لش میکنی خدا برای تو بد نیست میری کت زن شویدار را و بتم میگیری زنم داری اولادم داری بر تو بد نیست ولی ما که یک بینی ما پاک کردم بر ما بد هستم. چیز دیگه پیدا نکردی من در قصه تانم نیستم که هر چیز بگوین بازم خواستم یک یادواری بر تان بکنم این همین در امریکا گفتم میلیاردر و بیلیاردر رو روبری ایلان ماست بشی دو بار بینیش پیش روی تو پیش میکنه. پی خسته پیش خسته یا یک دیگهش همین رئیس ما رئیس جمهور گذشته ما بابه کل ما دیده بودین که خدای امروز روی شهادت امام حسین است گفت بچه خدا او رعیب نیست برش نی امام حسین گفت بچه خدا هستم <applause> نمازش دیگه استاد بود و وقت در اوکو رفت که خیله کرد از پشتش منشیش گفت که هنوز دیگه استاد هست ببخشید ببخشید واید نیست نانی سوسیال اولادای تا می برده کس دیگه می تیمی خوره لوندید واید نیست ولی گوش میکنی ببینیم از چی میگم از کجای معیب بگیری حالا به خاطر اما گفتم یخن مخن ما اگر اینجایش یکان واز آمده بود خب خیر اصلا ما بعض وقتا خودم هم تو میمانم که شما کور بعضیتان خوب سعی کنین دیده دیده بورین دلایتان او شود نه زنی نه با بخش شوخی کردم شوخی کردم مگان دفعه با شما شوخی میکنم اگر نه شما مرا ببینین جای در جای نمتا میشلین بعضی هایتان چیزا را گفتم آهیترهای مرا خوهرهای عزیز و کسایی که مرا بسیار دوست داره اینا را نمیگم من منظور من خودتان میفهمین که را میگم خب عزیزان دل خداوندی یار و نگهدار شما تا برنامه آینده چرا امروز قطرف ساعت میبینم به خاطر ناوقت شده امین نو نیست عزیزان که شما نشان بدم ساعت بسیار کنه است دخترم وقت یک زمانی بر خریده بود که البخت کنه شدم شما رو به خداوند پاک و به نیاز بسپارم خداوند یار و نگهدار شما تا برنامه اینده که بازم با شما باشم شما رو به خداوند کریم و رحیم بسپارم خداوند حافظ شما خوبان